نداره، راهی که بسته است واسه زخمی دیگه رفتن نداره. قربون ما حرف بی حساب نمیزنیم، ما کارگرا با این مواجب اموراتمون نمیگذره، ما فقط حقمونو میخوایم. چه حقی؟ مگه من سر گنج قارون نشستم؟ من که نمیتونم هر وقت شما دلتون خواست حقوقتون رو زیاد کنم. بله سعی میفرمی، اما ارباب ما حرف بی حساب نمیزنیم. عرض کردم زندگیمون نمیچرخه. حرف زیادی نزن، من فعلا بیشتر از این نمیتونم حقوق بدم. یا این تعهدنامه رو امضا کن یا از اینجا برو. نه من اینو امضا نمی کنم، این همون قرار سابقه. این قرار داد امضا می کنی یا نه؟ نه نه؟ خیلی خوب خیلی خوب که نه. بیا به این عکس خوب نگاه کن. زن و دو پسره پیش من اسیرم، یا امضاش کن یا زن و بچه ها تو واسه همیشه فراموش کن. اون شوهرت بگو دفعه آخرش باشه. تو هم پای گم شو. شما خاطر این دوتا به همه شون خیانت کردم. من نماینده اونا بودم، باید حقشونو میگرفتم، ولی ارباب نامرد به من حق زد، منو مجبور کرد. بخری من گناهی ندارم ابرام، من خدا گناهی ندارم. تحمل داشته باش. من ابرام جاسه روش بخوره چی فکر می‌کرد ابرام به ما کلک بزنه؟ حساب سر بچه هیچ کس اون کارو نمی‌کنه. وقتی آقا چی به ابرام پر پول می‌کنه؟ شوهر دوزه، بی‌شرمه، مرده. بچه‌هاشون رو فون با ما سر بچه‌های ابرام رو خراب کرده. همه ما خیانت ابرام؟ ابرام پاشو لنگ زوره. ابرام؟ چرا جواب نمیدی؟ ابرام؟ ابرام؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا هیچی نمیگی؟ یلا جواب بده! نگاهش کنیم.
میبینم آقا اصلان با پولای دوزی بابا دنوز داری شکمتونو سیر میکنی مگه نه؟ خفه خون بگید کی فکر میکرد ابرام یه روزی به رفیقای خودش چرک بزن از ارباب رشوه گیره به همه ما نارو زد بابای نامرد این پسره رو میگم خدا لعنتش کنه خدا نیامرزدش بچه های ابرام دوزه مثل خودش کل شخ هستن بگو بینم پسر جون پول دوزی چه مزه ای میده خفه خون بگید یه بچه فروز یه بون درازی هم میکنه شیشن شیفوز آروم لقمه یه چیزی بگید شیشه دکون منو میشکنی وایستا تا مادر تو به حساب بشونم بیای چی به روزگارت آوردن؟ حرف بزن مادر به من میگم پدرم دوز بود منو داغ کرده مادرسه گذاشتن رو دست اصلا نیست ما از اینجا میریم میریم به یه شهر دیگه اینجا جای من نیست مادر حالا کجا میخواییم بریم؟ جایی نداریم بریم یه خونه اجاره کنیم خونه پول میخواد ما که پول نداریم فکرشو نکن مادر من خودم کار میکنم پول در میارم خونه اجاره میکنیم بعدش هم سلیمون میذاریم مدرسه خدا بزرگ مادر یا خدا خودت روزی یتیمایی منو برسون آقا تموم شد بردار آقا من برای شما کار کردم چرا موزم رو زمین پرت میکنی؟ خیلی ببخشید بفرما خدا برکت پول آبوش امروز اون در بود نفهمیدم اینا کی هستن اومدن اینجا؟ آدم های فقیر بیچاره هستن آقا جایی ندارن یکی دو ماه اومدن اینجا بی خود کردن گوش کنین شما باید فکر یه جایی برای خودتون باشین اینجا زمین منه تو این محوطه میخوام برای خودم خونه بسازم الان کجا بریم آقا یه هفته فرصت بدین تا یه جایی پیدا کنیم تو این همه زمینای خدا یه وجب جا واسه ما نیست چی میگی ضعیفه خدا که زمین نداره این زمینا مال منه ما که نمیخواییم بخوریم انصافم خوب چیزی مثل این که حرف حساب سرتون نمیشه یاله بریزی میشون بیا آقا من جای نرو خدا 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 مگه نمیای تو زیارت حضرت؟ من همینجا میمونم، شما بری یعنی چی اصلا؟ نمیخوای بیای تو زیارتگاه چلچرا؟ اینجا مثل خونه خداست یه دفعه که گفتم، من همینجا میمونم کفر نگو اصلا، زبونتو گاز بگیر
واسه چی؟ من که از خدا چیزی نمیخوام، یعنی چیزی ندارم که از خدا بخوام. میدونی مادر، خدا با ما قهره، اون با ما خوب نیست. لعنت بر شیطون، استغفرالله، زبون تو گاز بگیر. این چه حرفیه میزنی؟ مگه میشه خدا بندش رو دوست نداشته باشه؟ اگه ما رو دوست داشت چرا پدرم کشت؟ چرا زندگی ما رو از هم پاشید؟ چرا ما رو در به در و بی خانمون کرد؟ خدایا خودت نور ایمانو تو دل این پسر بتاب. بریم مادر. مادر، بگو ببینم تو از خودت کنی و عبادت به جا میاری؟ میخوایی بدونی؟ برای تو خوشبختی، برای اصلان آرامش خاطر. خوشحالم که پسر با ایمانی مثل تو دارم. مادر، اصلانم مرد با ایمانیه، باور کن. آره، اما خیلی لجوج و یه دنده است. 27 ساله که تا دم زیارتگاه میاد، اما پاشو تو نمیسره. همین که 27 ساله تا پای زیارتگاه میاد، دلیل ایمانشه. نگاش کن. ببین چجوری به ما زور زده. خب مادر، زیارت تموم شد؟ آره بسرم. قبول باشه. خدا راستی اصلان، یه مشته تو کنکور دانشکده افسری قبول شدم. راست میگی؟ مبارک سلام. آی شکر. متشکرم برادر. همین روزا باید راهی تهران بشم. ایشالا موفق بشی. برای هر دوتون دعا کردم که تو زندگی خوشبخت بشی. قربون تو مادر. خیلی ممنون. خب من داره دیرم میشه، باز برم سر کار. باشه، برو مادر. دست علی به همراهت. برو به کارات برس. خدا خدا برم. خدا نگهدار. به سلامت. خب مادر جون، تا تو میری خونه منم برم رو نوشت مدارک و کارهای دیگه ما انجام بدم. تو خب هم برو به سلامت بسرم. خدا نگهدارت. قربون تو برم. قربون تو هم برم. خدافظ مادر. به سلامت. اگه این 300 اضافه کنن نورمون تو روغنه. آره. سلام علیکم رفقا. سلام، از ماست، خسته نباشی. قربان شما.
حال شما چطوره؟ همت و مولا بد نیستیم، زنده ایم شو. خب خدا رو شو. ببینم اصلاً خان. بگو جونم بپرس. به ما گفتن فردا از شماره 250 تا 300 یه هفته مرخصی میدم. والا نمیدونم. شما اینو شنیدین؟ ما که 110 ایم. به به چه شماره خوبی. چطور؟ اینو همیشه پیش خودت نگه دار اصلاً خان. هیچ وقت خودت دورش نکن. امام بهش تو همیشه نگرش دار. از گزند بلا محبوب نگرت میداره. باشه. خیلی قدرشو بدون آقا اصلا. اینو به فال نیش میگیرم. ممنونم چه آره. بیشتی. هیچ وقتم از خودم آره. دورش نمیدارم. برو به سلامت. خب دیگه. دست حق به امراه. به سلامت اصلا. خدا حافظ. عجب پسر خوبی. دره میاد خودشه. آقا شدش. چیه؟ اینا رو ببر بذار تو وانت ما حقت هم میرسه دیگه هم سوال نکن بهت میگه ببر ببر عوضه بلم کنید یه اینور ببینم چیه من چیه؟ اصلا شب جمعه هم دیگه رو میبینیم باشه بسلامت قربون تو میگم ببر نمیبری بابا چونه من چیه میخواید بداش کنی بداش کنی ازمینم چی شده اینا میگن چه سه قرار بخون بگه گوشت با من باشه من یه مقررات کار رو نمیدونی به تو مربوط نیست میدونم یا نمیدونم ولی حالا یادت میدم که لازم نکرده خدایی تا برا کرده که با کارگر اینجوری افراد نکنم نکردم کلا اخ سلام چیه؟ چیه؟ مثل بیت داری میلرزی ها؟ گوش کن دیگه حق نداری تو اسکله با کارگر اینجوری رفتار کنی این دفعه آخرت باشه حالی چود؟ آره برو گم شو بکرد میشه اخ برو هفگه جا باراده هفگه نمیتونه مادر جان الهی قربونه تو رم تا رسیدی برام یه کاغذ بنویس خیلی دلواپسم بهت قول میدم مادر جان تا رسیدم رو چشم مواظب خودت باش تو هم مواظب مادر باش مواظب خودت هم باش منو باشه تا ببینیم چی پیش میاد دیگه قول بده تو دانشگاه افسری نمرای خوبی بگیری قول میدم داداش جان یادم نمیره واسه اینکه من درس بخونم شب و روز چقدر چون کرد خدا نگه داره قربون تو برم مادر خدا ببینم روزی رو که پشی ایشالا رو دور شد ایشالا داداش من اینجا به کسی پول نمیدم که از کارگرای اسکله کتک بخوره و اسم و رسم 7-8 ساله منو خراب کنه چطور نتونست این گردنشو بشکنی؟ الانم که دیر نشده با بچه ها کله کشه می... دیدمتون مگه چی شده؟ تیمورخان کنتراتچی آدماش دنبالتون میگشتن تیمورخان کیه؟ تیمورخان دیگه رئیس همونه که کتکشون زدی میترسم خدایی نکرده بلایی سرتون بیارن آخه اونا خیلی نامردن واسه چی؟ مگه اون کیه؟ شما اونا رو نمیشناسین آدم های بیرحمی هن من چند سال اینجا کار میکنم تا حالا خیلی ها رو نابود کردن واسه شما نقشه کشیدن بهتره یه چند روزی آفتابی نشین امرو دیگه تکلیفشو یه سره میکنم میکشمش مگه تو چنگالم نیفته دیگه فاتحش خوندم من خودم تنهای ترتیبش راستی تو کوتاه بپوش بچه سوال از من میشنفی اصلا هیچی نپوش خریدارش زیادتره حالا برو به ارباب گوش درازت بگو من اینجام بی خود دنبالم سگ دو نزنه تو باپای خودت لب گور اومدی و تو میخوای نقش اسرائیل بازی کنی ها؟ خوب گوش کن اسرائیل مادر مرده این در بسته شد آخر کار هر کی رو پاش بند بود میره از این در بیرون بیا جلو بینا ای بابا تو که به تو بیا چلو بیا بیا جلو من اینجا هستم چونه جلو؟ یا بیا جلو وای وای چیه؟ وای 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 که بینم وای جلو ما رو زید نفله کردم بیا جلو بیا
بیاره اینو قند سه چهار تیکت میکنه. بیا تا بار بار میداری بی پدار. زاری تو بونش نیا کن جوه. بخور بخور یاد عشق نبیار. اصلاً من نمیدونم تو چرا همش دنبال درد سر میگردی. اگه چاقوی اون نامردا سینه ای تو رو پاره کرده بود من چه خاکی به سرم میریختم. مادر تو چه توقعی داری؟ میخوایی مثل بابام تو سر خور باشم و نابودم کنن؟ بس اصلاً تو حق نداری پشت پدرت بد بگی. تو خیلی بیرحمی. اون یه مرد بود، هر کاری کرد به خاطر شرفش بود. نمک نشناسی نکن اصلاً. اون خدا بیامرز به خاطر ما، به خاطر تو، به خاطر برادرت همه چیزشو از دست داد. برای همینم من نمیخوام هیچیمو از دست بدم. من میخوام حقمو بگیرم. فرمایش شما اصلان هستیم. از کی تا حالا ما اینقدر مشهور شدیم؟ از وقتی که دار و دسته تیمور و لتو پار کردیم. گردن کلوفتی واسه ما، خوشگلی هم واسه شما درد سر شده. آدم جالبی هستی. اونی که میخواستم پیدا کردم. سوار شو بریم، بادکار دارم. ما بادکار نداشته باشیم چی؟ به نفته، بیا تو. بذار یه خورده اندیشه کنم. خب، با اجازه خودم، بکش اون ور جنازه. اولا جنس های من از راه دریا میرسه، ولی گاهی اوقات آدم های تیمورخان به دار و دسته من نارو میزنن. مثلا چی کار میکنن؟ سرقت میکنن، جنس های منو میدوزن. خب این که کاری نداره، به پلیس شکایت کن. من حالو رو باش، قاچاق چی بره از دست دوز به پلیس شکایت کنه که قاچاق منو دوز برده؟ حق با شماست. خب میفرمودین. من به یه آدمی مثل تو احتیاج دارم که هوای جنسای منو از لب مرز تا تو انبار داشته باشه. برای این کار پول خوبی هم میدم، ماهی 50,000 تومان، بعدنم بیشتر میشه. احتیاج به اندیشه دارم. به چی فکر میکنی؟ برای تو کار پردرد سری نیست. اگه پولش کمه یه خورده بیشتر میدم. من پیشنهاد شما رو قبول کردم. این شد یه حرفی. خب اولین کاری که من باید انجام بدم اینه که فعلا اینو داشته باش. من عادت ندارم پولی رو که جلو میندازن قبول کنم. یادت باشه که من گدا نیستم. منظورتو نفهمیدم. آقای فرخ، عادت کنین اگه کسی براتون کاری انجام داد مزدشو به دستش بدین. او من خیلی از شما معذرت میخوام. بفرمایید. ممنونم.
نصف دیگه این اسکناس پیش مردیه که جنس ما رو به ما تحویل میده. اون شخص پس از مطابقت دو نیمه اسکناس و تحویل دادن جنس دیگه مسئولیتی نداره و از نظر اون معامله تموم شده است. بعد پولش از من میگیره. دیگه سوالی نیست؟ من این کار رو انجام میدم ولی تنها. باشه، من این ریسک رو میکنم ولی یادت باشه پشت سرت پلیس مرزیه و جلوت آدمای تیمورها. من دوست ندارم پشت سرم رو نگاه کنم آقای فرخ، چون یه گذشته تاریکه. پس بهتره که با دقت به جلو نگاه کنم. اگه نتونه رد بشه تو درد سر میفته. با کی کار داری؟ تیمور. برو تو اون اتاق. بفرمایی آی تیمور خان، اول بگین اون خروس قندیشه بذاره تو جیبش. تو از ما چی میخوای؟ بالاخره سر تو به باد میدی. میخوام درباره یه معامله باهات صحبت کنم. آخرش تو به دست من کشته میشی. گذشته ها رو فراموش کن. وقتی پای پول و منفعت پیش بیاد دشمنا با هم دوست میشن. یه معامله کلون بهت پیشنهاد میکنم. اگه با من شوخی کنی زنده نمیمونی. تو اگه حرفای من رو شوخی بدونی بعدا پشیمون میشی. حرف تو بزن. اگه بهت بگم جنسای قاچاق 4 میلیون تومانی آقای فرخ کی و کجا وارد میشه، سهم منو چقدر میدی؟ تو اینا رو از کجا میدونی؟ شما میوره بخورین چی کار داریم به درختش؟ سوالم بی جواب موند. به من چقدر میرسه؟ 500,000 تومان. ولی بعد از اینکه جنسا به دست من رسید. خیلی خوب تیمور خان، ببین این علامت رمزه. ساعت 2:30 شب کنار ساحل ریگ جنسا میرسه. آورنده جنس اینو با نصف دیگرش که پیش خودش داره تطبیق میکنه و جنسا رو بدون دردسر تحویلتون میده. اگه دروغ گفته باشی بدون که آخرین دروغ زندگیته و ضمناً تا رسیدن جنساتو تو دفتر من میمونی و شما هم 500,000 تومان اسکناسو میشورین و میذارین کنار. الو؟ بله بله. خب بدون درد سر تحویل گرفتین؟ باریکلا باریکلا، پس دروغ نمیگفت. خب حالا گوش کن ببین چی میگم. همین الان جنسا رو ببر گاراژ دروازه، از اونجا با یه ماشین دیگه بیارینش به انبار خودمون. خوب دقت کنین. حالا خیالت راحت شد؟ اطلاعات تو درست بود، جنسا تحویل ما شد. حالا همه چیزو باور میکنم. نگفتی این اطلاعاتو از کجا به دست آوردی؟ گفتم تو میوه‌رو بخور، به درختش چی کار داری؟ خب حالا نوبت سرکاره که وظیفتو انجام بدی. 500,000 تومان رد کن بیاد. مزد کلونیه ولی باید داد. خب حالا میخوام مزدتو با یه تیکه سرب داغ بدم. چطوره؟ مثل جریان مرغ تختلا شده. مرغ تختلا دیگه چیه؟ به شنیدنش میارزه. یه آدم تمکاری بود که یه مرغ تختلا داشت.
این مرغ بینوا روز یه تخم طلا میذاشت، صابش به طمع افتاد و شکم مرغ کرد که هرچی طلا اون تو هست در بیاره. ولی وقتی شکم مرغ رو جرداد، یه مش روده و کثافت اون تو بود. پشیمون اندر پشیمون شد. حالا حکایت شماست. میخواین این مرغ تختلا رو بکشین؟ خب بکش. نه شوخی کردم، من این مرغ تختلا رو نمی کشم. بیا این سهم تو 500,000 تومنه. باریکات. معامله بعدی کی؟ چه کار شیطونه؟ ولی مطمئن باش تو رو از دست نمیدم. الو توی قاسم، حرف بزن. اسلام به ما خیانت کرد قربان. چی؟ به ما خیانت کرده؟ بله قربان. چی شده قربان؟ اصلان به ما خیانت کرده. اصلان خیانت کرده. حالا بیا تو، بیا بیا دیگه. بده به من. الو بله آیون ساکت، میخوام با اون دنیا صحبت کنم. بگوشم، بگو میشنفم، بگو. آره جونم گوشم مال تو. بهت تبریک میگم اصلان، دام خوبی بود. تو باوره میشه من بیشتر از این خجالتم ندین. با اون پولا یه سفر دور دنیا میرم، جای شما رو خالی میکنم. یادت باشه این بازی رو تو شروع کردی، در عوض بهت قول میدم میکنم. به امید دیدار. دیدار به قیامت. تیمون خان بهم تبریک گفت. در و دیوار میباره. بشین روی این صندلی پشت این میز. بله بشین، بشین. ما رو نشوند. از این به بعد تو اینجا میشینی، تو نقشه میکشی، تو دستور میدی و تو اجرا میکنی. بچه ها با شریک من آقای اصلان آشنا بشی. تبریک اصلان. تبریک. قرونم جی. معلوم میشه شما به این ساختمان خیلی دلبستگی پیدا کرد. به جای این حرفا بگین قیمتشو بنویسم. 4,200,000 تومان چطوره؟ تمومه، بگین فورا بنویسم. باشه. ببینم آقا، چک میگیرین یا پول نقد؟ من
در وقت بنویسیم. لطفاً آورندرم قلم بزنید. مبارک انشالله. ثبت با سند برابر است. مرقوم بفرمایید. اینجا هم همینطور. مبارک انشالله. سند که حاضر شد فردا براتون میفرستم. باشه. خداحافظ. به سلامت. راستی من یه سوالی دارم آقا. بگو. من نفهمیدم که چرا شما اینقدر خرید این خونه اصرار داشتین و عجله کردین. میشه منم علتشو بدونم؟ یادت میاد قبل از اینکه اینجا ساختمونی بشه و به این وضع در بیاد به چه صورتی بود؟ آره، یه بنای نیمه کاره خالی که اون گوشش هم یه آلونک بود. یه زن فقیر و دوتا بچه هم چند وقتی اونجا زندگی میکردن. وضع نکبتبار و کثیفی داشتن. خب، لابا تو اونا رو انداختی بیرون که کارو کردم. خب این قانون طبیعته. بالاخره باید میرفتن مگه نه؟ بله، باسو گریه و زاره مادر و بچه هاشم برات اینقدر ارزش نداشت که چند روزی به اونا مهلت بدی. زمین مال من بود، حق داشتم. بس، قانون طبیعت امروز به من این حق میده که حقوق از دست رفتم و پس بگیرم. یکی از اون بچه های بیچاره و کثیف من بودم و حالا میتونم تو رو مثل یه سگ از خونه و زندگی خودم بیرون کنم. برو بیرون حیوان کثیف، گورتو گم کن مردی که یوازی. برو بیرون. صاف بیشرف. گفتی این کلید مال کجاست؟ من که از کارای تو سر در نمیارم. من حاضرم بریم. یادت هست 28 سال پیش وقتی به این شهر وارد شدیم توی خرابه زندگی میکردیم؟ آره، چطور یادم نمیاد؟ یادت هست صاحب زمین ما را از اونجا بیرون کرد که ساختمون بکنه؟ آره. خب الان همون ساختمون رو واسط خریدم که بهت هدیه. را بیفتیم. متشکرم. جون کسی که دوست داری تعارف و بذار کنار، تشکر لازم نیست. من دنبال یه بهانه‌ای میگشتم که باهات صحبت کنم. راستشو بخوای داشتم فکر میکردم، دیدم کسو تنها تر اینجا تنهایی مرگه. من فعلا دارم با اسرائیل پاسور میزنم، حالا که اون سورشو به من بزنه خدا میدونه. مشروبتو بخور. جونت تو هم میخوری؟ آره، مشروب چیز خوبیه، ولی هر کسی به یه دلیلی میخوره. یکی واسه رفع خستگی میخوره، یکی واسه اینکه حوصله‌اش سر رفته، یکی دیگه هم واسه این میخوره که با رفیقاش هم پیاله شده باشه، یکی هم مثل شما برای اینکه تو این دنیای شلوغ تنها مونده. تو مشروب واسه چی میخوری؟ مالی من از همه مسخره تره. من مشروب میخورم برای اینکه کارم خنده داره. نه گارسون، خانم مشروب مهمون من بود. بشه باید مهمون.
جواب نمیدی؟ چیه؟ چی میخوای؟ اینو جا گذاشتی بگیر. ای داد برما، بدش من. نمیدونم چی چیزی بود. اسرائیل که میخواست بهت سور بنه همین بود؟ آره، فعلا سوار شو تا بهت بگم. بجون چیزی نمونده بود که اسرائیل سورو بهت بزنه ها؟ دیگر واسم چاق کن. هنوز اسمتو به من نگفتی؟ ممنون. اصلان نمیخوای اسم منو بدونی؟ چه دردم میخوره؟ بازه زنهایی مثل تو دم به ساعت اسمشون رو این پیرانشون عوض میکنه. ولی من اسم حقیقیمو بهت میرم، ملیحه. این اسمیه که تو شناسنامم نوشته و مادرم هم صدا میده. اما تو این خراب شده ها صدا میکنن ساقی. نمیری ساقی، اما ملیحه قشنگ تر. بفرمایید. افسر ضربتی مبارزه با قاچاق صدفان دوم سلیم جعفری در خدمت حاضر قربان. سلیم، این توی مادر؟ سلام مادر. آهی قربونت برم، بذارم زمین، بذارم زمین، بذارم میخوام توی این لباس خوب نگات کنم مادر. مادر دلم برات یه ریزه شده بود. دادات بشم الهی سلیم. خدا نکنه. ماشالله چقدر این لباس بهت میاد. خب دیگه. چرا خبر ندادی که میاد مادر جون؟ اینطوری بهتر بود. خواستم قافل گیرت کنم. الهی قربونت برم. انگار اوضاع خیلی روبرا شده. خونه مجلل، زندگی لوکس. خب الحمدلله. خدا رو شکر مادر. اصلان کجاست؟ واسه دیدنش دلم یه ذره شد. اصلان انقدر گرفتاره که فرصت سرخاروندن نداره. شبا دیر وقت میاد خونه، صبح هم چایی نخورده میره. از وقتی که پولدار شده دیگه خواب و خوراک هم نداره، همش تو کاره. میبینم که هممون عاقبت به خیر شدیم. خب این حق ما بود، یه عمر ناکامی، ناامیدی، ولی بالاخره همه چی درست شد. خودش اصلان اومد الان تو رو ببینه ذوق میکنه. ای بابا سلام به تو. این مالک بهشت هنو نخوابیدی؟ تا تو نیای مگه من خوابم میبره مادر؟ دستا بالا و الا بی حرکت. من به تو مزنونم. چیه؟ توی؟ سلام ترسیدی درشنه؟ ناش کن، چطوری تو؟ خوبم داداش، خوبم. ماشالله ببین چی شده، تو کی اومدی پسر؟ والا همین چند دقیقه پیش اومدم، پیش پای تو. خودمونی کلی صاحب منصب شدی؟ خب یکم از خودت تعریف کن. والا بگو بینم چند تا قبه گرفتی؟ از حد گله دارم داداش. بعد علتشو به من بگی که چرا اینقدر شباد میشی؟ دارم وظیفه ما انجام، وظیفه برادری. باید از حق مادر دفاع کنم، مگه نه؟ من امشب خیلی خوشحالم چون میخوام شامو با شما دوتا شاخ شمشاد بخورم. تا دستاتونو بشورین منم شامو حاضر میکنم. قربون تو مادر برم. فداست بشم الهی. خب
میخوای از فکر بیای بیرون؟ ای کاش سلیم بر نگشته بود. اگه سلیم بفهمه که تو یه... نپرس، همین موضوع رنجم میده. چیزی که تو الان میخواستی به هم بگی میترسم اون به هم بگه. ایوا، کجا پا شدی؟ باز برم. این لباس عروسی مال کیه؟ به هم نگفته بودی عروسی کردی؟ مادرم خیاط بود، اینو برام دوخت. آرزو داشت منو تو لباس عروسی ببینه، ولی هیچ وقت به آرزوش نرسید. رویای آدم ها مثل امواج دریا میره، وقتی موج به ساحل حقیقت میخوره از هم میپاشه و محو میشه. اسمش چنگیزه. در حال حاضر حجت صداش میکنن. سه بار به جرم ایراد ضرب و دو بار به جرم دزدی جمعاً 4 سال زندانی شده. آدم زبونباز و حرافیه. تمام اینهایی که دیدی ماهیای کوچک این دریا هستن. حالا میخوام شاه ماهی رو بهت نشون بدم. مغز متفکر تشکیلات. اصلاً اصلان مرد جذاب و خوشپوش با قامتی برازنده. اون تشکیلات نفوذ قابل توجهی داره. تمام افراد فرخ رو حرفش حساب میکنن. مورد توجه مخصوص فرخه. جالب اینجاست که از تمام افراد دیرتر وارد بانک شده، ولی زود مورد توجه قرار گرفته و نفس تشکیلات شده. اصلان تا کنون هیچ مدرکی که دال بر محکومیتش باشه به جا نذاشته. سلطان، تو مأمور تحقیق و دستگیری این افراد و این پرونده هستی. سلام مادر. سلام سلیم. مادر چی شده؟ جریان چیه؟ اینگاه اوزا قهرقاتیه. تو باید با من به پاسگاه بیایی. سالیم تو چی داری میگی؟ شما چتون شده؟ موضوع چیه؟ خودت بهتر میدونی اصلا. تو عضو مؤثری یه دست قاچاقچی هستی و باید تمام کسانی رو که باهات هستن به من معرفی کنی. اعتراف میکنی؟ سالیم گذشته های تاریک زندگیمونو به یاد بیار. چه دوره نکبتبار و سختی بود. هر سه تایمون تلاش کردیم، مقاومت کردیم تا بالاخره همه چی عوض شد. حالا تو میخوای همه چی رو خراب کنی؟ یادآوری گذشته ها هیچ چیز عوض نمیکنه. جواب سوال منو بده.
اعتراف میکنی یا نه؟ البته که اعتراف میکنم. ولی بهتره بری اول از اون کسی اعتراف بگیری که باعث مرگ پدر ما شد. اول باید اون اعتراف کنه. اون کسی باید اعتراف کنه که ماها را از شهر خودمون جار بدر کرد. اون کسی باید اعتراف کنه که داغ ننگ رو دستای من گذاشت. نگاه کن جاش هنوز مونده. یادت مردم ما رو مثل حیوان از خودشون میروندن، با کینه و نفرت ما رو به باد فحش و ناسزا میگرفتن؟ هنوز صدای آدمایی که میگفتن پدرش دزد بوده، بیشرف بوده تو گوشم زنگ میزنه. اول اونا باید بیان اعتراف کنن، اونا باید جواب این همه ظلم و ستمو بدن. وقتی اونا اعتراف کردن، منم میام اعتراف میکنم. اون وقت زیر هر کاغذی رو که خواستی امضا میکنم. با یادآوری گذشته ها نمیتونه آدم سرپوش روی اعمال غیرقانونی خودش بذاره. تو عضو موثری باند قاچاق هستی. متاسفانه این یه حقیقته، حقیقتی که میون من و تو یه شکاف بزرگ ایجاد کرده. اصلا خوب به حرفای من گوش بده. ما دیگه نمیتونیم مثل دوتا برادر زیر یه سقف کنار هم زندگی کنیم. تو کاری کردی که من ناچارم رامو از تو جدا کنم. بلند شو مادر، ما از این خونه میریم. نه مادر نمیاد. اگه تو میخوای بری برو، مادر پیش من میمونه. مگه نه مادر؟ مادر بهش بگو که نمیتونی با این وضع این خونه بمونی. بهش بگو. بهت گفتم که مادر همینجا میمونه، فقط تو میتونی. مادرت از اینجا میره اصلا. اون آدمایی که باعث مرگ پدرت شدن، اون کسایی که ما رو فحش دادن و در به در کردن بیگانه بودن. اما تو چرا؟ تو که وصله تن من بودی، تو که پاره جیگر من بودی، چرا گذاشتی رو پیشونی مادرت بنویسن پسرت دزده؟ من به خاطر تو و جبران گذشته‌ای که برای همه ما دردناک و ناگوار بوده این زندگی رو فراهم کردم. من میخواستم یه خط بزرگ و سفید رو گذشته تاریکمون بکشم. حالا چی کار داری که اونا رو چطوری به دست آوردم؟ با اینکه تو همه چیز داری و با پول میتونی همه چیز برای خودت فراهم کنی، منو از دست دادی. برات افسوس میخورم پسرم که با تمام پولای دنیا هم دیگه نمیتونی یه مادر برای خودت بخری. تو مادرتو از دست دادی. فعالیت ما را به کلی فلج کرده. این افسر جوان بد جوری پارو دم ما گذاشته. تو این بازی گاهی برد با مامورینه، چاره این ایست باز تحمل کرد. اگه اجازه بدین من قول میدم کلکه اونو بکنم. نظر شما چیه اصلا خان؟ کشتن اون افسر دردی رو دوا نمی کنه. اون بره یکی دیگه جاش میاد. بهتره دست از این حماقت ورداری. نه با کشتن افسر موافق نیستم، این کار احمقانه. من از یه چیز مات موندم، اون اینه که احسان خان بد جوری از این مأمور حمایت میکنه. راستی بگو ببینم، شما چرا این همه هوای ستمان سلیمو داری؟ من کم کم دارم مشکوک میشم. ده حرف بزن، چرا ساکتی؟ چرا ماتت برده؟ نکنه میخوای با این کارت همه ما رو لو بدی؟ حرف بزن اصلان، حقیقتو بگو. تو به اون افسر مرزی چه رابطه ای داری؟ به تو مربوط نیست، خوشم نمیاد کسی بهم دستور بده. تو مشت خودتو باز کردی. من قسم میخورم تو با اون افسر مرزی یه رابطه ای داری. چرا میترسی حرف بزنی اصلا؟ حالا بهتون میگم اون افسر کیه. اون برار شدین. سوتوان سلیم برادر منه، با اگه یه موثرش کم بشه با من طرفی.
سلام. معذرت میخوام دیر کردم. نه اشکالی نداره، معمولا اونایی که با ماشین میان همیشه دیرتر میرسن. اول میخواستم بیام خونه ببینمت، اما فکر کردم ممکنه برات دردسر درست کنم. بگو ببینم با کی دارم حرف میزنم؟ کسی که به حرفای من گوش میده یه ماموره یا یه برادر؟ وقتی برادر حرف میزنه برادر گوش میده، وقتی مجرم حرف میزنه یه مامور گوش میده. میخوام ازت خواهش بکنم از این شهر بری. قبل از اینکه اتفاقی واسط بیفته از این شهر برو. تو خبر نداری چه کسایی رو با خودت دشمن کردی. شاید امروز بتونم جلوشونو بگیرم، ولی فردا نه. اینو برادرونه بهت میگم، تو راهی رو که در پیش گرفتی آخرش مرگه. راهی رو که من پیش گرفتم ممکنه سرانجامش خوب باشه یا بد، ولی راهی رو که تو پیش گرفتی حتما و بدون چونه چرا سرانجامش مرگ. سلیم، آدمای خبیث و بیرحمی قصد جون تو رو دارن. من نمیخوام مادر تو رو از دست بده. درسته، الان شکاف بزرگی بین ما ایجاد شده، ولی تنها چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه دوران بچگی مونه. آره اصلا، آره، ما با هم بزرگ شدیم. یادت چه ظلمایی به ما شده؟ به پدرم، به مادرم، به هر سگ ما. کی به ما این همه ظلم کرد؟ یه مش آدمای قلدر و زورگو. میدونی چرا من لباس قانونو پوشیدم؟ برای اینکه انتقام خودم از هرچی آدم قلدر و زورگو بگیرم. حالا تو از من میخوای که از این شهر مثل آدم ترسو فرار کنم؟ گذشته ها مال گذشته بود. به حالا فکر کن برادر، تو حالا کی هستی؟ چی داری؟ در مقابل این همه وظیفه شناسی چی بهت میدن؟ خودتو با من مقایسه کن. هر دوی ما از یه خونیم، از یه پدر و مادر. اما من امروز همه چی دارم، پول، اتومبیل، اعتبار، زندگی پرتجمل. ولی تو چی داری؟ من مادر دارم.
به به، آقای فرخان خود شما هستید. بله این طور میگم. نه بابا. بی حرکت یا لار را بیافت. من باید ببینمش. نه نه، تو نمیتونی اونجا بری، میگیرنت. پلیس دور تا دور مریض خونه رو زیر نظر گرفته. من باید برم، اون مادر من. آخه چه جوری؟ امشب. اصلا دکتر، درباره بیماری مادرم هرچی میدونین بگی. من فکر میکنم اون در وضع بدی به سر میبره. الان ما نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم. فعلا مادر شما دچار یک نوع نارسایی قلبی شده. اگه مهلت بدین تا یکی دو ساعت دیگه همه چیز روشن میشه. اون زنده میمونه؟ مرگ و زندگی دست خداست برادر. حاضر شد؟ بله دکتر. متشکرم. اصلا خدایی تو شکر، با دلی تاریک و وجودی گناهکار به سوی تو اومدم. خدایا تو بخشنده، تو قادر و بزرگی. میدونم که بنده خطاکار تو، میپذیری. روسیا هستم که از یاد تو و بزرگی تو غافل بودم. من بزرگی تو رو در چهره مادرم، اون زن پاک و معصوم دیدم. خداوند کمکم کن تا بدیها رو از دلم پاک کنم. با هزاران امید و آرزو به سوی تو اومدم. خدایا قلب منو از نور ایمان پر کن. خدایا تو بخشنده و مهربونی و من گناهکار و پشیمون. من در مقابل عظمت تو سزاوار لعنت و نفرینم.
خدایا، الان که در مقابل درگاه تو ایستادم، یک زن مادر من، مادری که عشق پرستش تو روز به روز در قلب شعله میکشه، اون زن امروز بر سر دراهی مرگ و زندگیه. خدایا زندگیشو بهش برگردون. پروردگارا نمیدونی که در وجود و قلبم چی میگذره. ناامیدم نکن. پروردگارا بار الله منو ببخش. تو رو به جلال و جبروتت منو ببخش. خودتون پیشون خیلی بهتر شده. فشار خونش به حال طبیعی برگشته. دیگه جای نگرانی نیست. متشکرم آقای دکتر. متشکرم. مادر. زحماتتون متشکرم آقای دکتر. وظیفه ما بود. ممنون دکتر. به سلامت. رامو بهم دادی. الان یه جشن کوچیک دو نفره را میندازی. یک یه لیوان ویسکی غلیظ مرد افکن. آخ شکرت خدا که مادرمو نجات دادی. چا ببین چی شد. بیا بخور. بیا برات مشروب ریختم. اصلان من دیگه مشروب نمیخورم. نفهمیدم منظورت چیه؟ باز چی نمیخوری؟ من دیگه مشروب نمیخورم. از اون لحظه ای که پامو تو زیارتگاه گذاشتم با خدای خودم عهد کردم که زن پاکی باشم. اصلا من به زودی مادر میشم. تو حامله شدی؟ از این به بعد زندگی من عوض میشه. من پدر یه بچه میشم. مادر بچه من باید زن من بشه. همین امروز با اون عروسی میکنم و بعد خودمو تسلیم قانون میکنم. من باید کفاره گناهامو پس بدم. باید پاک مثل یک پدر واقعی به خانوادم برگردم. اگه با پای خودم تسلیم قانون بشم حتما اونا در مجازاتم تخفیف قائل میشن، چون بهشون میگم من یه پدرم، پدری که زن و بچهش چشم به راهشن. متشکرم، همینو انتخاب کردم. مبارک. بپیچینش. ببخشین تلفن شما کجا؟ اونجاست، بفرمایید. ممنونم. الو، بفرمایید. شما؟ الو، مادر، چرا حرف نمیزنی؟ حالت خوبه پسرم؟ حرف بزن، صداتو میشنوم. مادر، میخوام امروز تو رو ببینم، امروز بعد از ظهر. اگه گفتی کجا؟ نمیدونم مادر، کجا؟ زیارتگاه؟ عروسی؟ چی؟ نمیتونی، برای دیدن تو و عروسم دقیقه شماری میکنم. مبارک باشه. مادر، ساعت 7 غروب من و اون با هم میم تو زیارتگاه. همونجا منتظر ما بمون. یادت نره ها، همونجا باش تا ما بیاییم. خداحافظ مادر. با ببین چی شدم. مثل یه دیکه ماه تا با کی کار دارین آقا شما؟
اصلان کجاست؟ اصلان؟ شما کی هستین؟ با اون چی کار دارین؟ مامورین دارن در به در دنبالش میگردن. بگو کجا قایمش کردی؟ من نمیدونم. کجا قایمش کردی؟ من نمیدونم شما دارین راجع به کی حرف میزنین؟ که نمیدونی. اوه نه. الان یه داغی به دل اصلان میذارم که خودش برو شو بگم. نمیدونی ها؟ دست تو بکش کنار. بازم نمیدونی؟ نه برو شو. حرف بزن ملیه، تو رو خدا حرف بزن. چه اتفاقی افتادی؟ اصلا ملیه تو رو به این روز انداخته ملیه؟ نمیدونم کیا بودن؟ حرف بزن. آرزوی مادرم هیچ وقت عملی نشد. بیچاره آرزو داشت که من این لباس رو تو عروسی بپوشم. ملیه کی تو رو به این روز انداخته؟ کیا بودن؟ آخه چه اتفاقی افتاد؟ حرف بزن، تو رو خدا حرف بزن. بگو کیا بودن؟ بگو. همه آرزوهامون به باد رفت. نه نه دیگه بچه ای نیست، دیگه مادری نیست. نه تو خوب میشی عزیزم، تو زن منی، زن عزیز منی. مادر من سردمه، دلم میخواد تو بغل تو بمیرم. نه تو نمیمیری، من نمیذارم تو بمیری، تو باید زنده بمونی. سردمه زن عزیزم، به من بگو کی این بلا رو سرت آوردی؟ حرف بزن، حرف بزن. از من نپرس که بگم کی این بلا رو سرم آورده. چون اگه به سراغش بری بگو تو رو میکشی. عزیزم تو مطمئن باش کسی منو نمیکشه. من باید بدونم چه کسی تو رو به این روز انداخته. بگو من. بی تو من یک شبم یک شب بی لبش، خسته ای منتظر چهی بی جهش، گل جدایی چرا نشسته در بین ما، بیا که بی تو دلم میمیره اینجا. کسافت حرام زاده بی کسکار، حرف بزن. تیمور کجاست؟ تیمور کجاست؟ رفته پیش سیمین بلنده. کجا؟ هتل خلیج اتاق 601. کجا مادر تنگ غروبی؟ انگار میخوای بری بیرون؟ امشب شب جمعه است، میخوام برم زیارتگاه چند تا شمع روشن کنم و دعا به درگاه خدا. تو از خدا چی میخوای مادر که یه عمر نظر رو نیاز میکنیم؟ سلامتی اولادامو، من که غیر از تو و اصلان کسی رو ندارم. باشه مادر، التماس دعا. محتاجیم به دعا.
خودمم صدفان سلیم. بله؟ کجا؟ هتل خلیج؟ اتاق 601؟ چرا؟ بله قربان، همین اصلا خودمون میرسم. قاتل فراری تو هتل خلیج قایم شد. مامورم که برم دستگیرش کنم. سلیم مواظب خودت باش. خیالت راحت باش. قربونت برم. خدا بسمیل. یادت رفت تای سیگار تو تو چی میگی؟ راجب به چی داری حرف میزنی؟ آروم زاده ی کسافت، چرا اون دختر معصومو کشتی؟ باید به دستای خودم خفه کنم. بیسیم فوراً اطلاع بده آمبولانس بیم. اتا اصلان هر جا هستی بیا بیرون، دیگه تمومش کن، تو آدم کشتی، تسلیم شو، تو حالا یه دوز نیستی یا آدم کشی، بیا تسلیم شو. این به نفعت اصلان، خواهش میکنم تسلیم کن اصلان، شاید بازم امیدی برای کمک به تو باشه. هر سختی نکن اصلا، نظر همه درا برود بسته بشه. اصلا اصلا دیوونه گیره کن، خودتو تسلیم کن اصلا. بایز اصلا اصلا خواهش میکنم بایزا، خواهش میکنم اصلا، مجبورم نکن دست به کاری که نباید بزنم اصلا. زن قول داده بودم، آه
انصاف مادر خدا پناه بردم از خدا بخوا پسر تو ببخشه مادر بغلم کن بغلم کن مادر سلیم ببین چی به روز برادرت آوردن سلیم سلیم بیا بیا برادر تقدیر اینطور میخواست سلیم بیا بیا برادر بیا. سرنوشت من این بود بیا سالیم سالیم ای خدای بزرگ حالا هر ستامون پهلو همه خدا شکرت ببین برادر منم مادر دارم بخند سالیم بخند خواهش میکنم بخند بخند سالیم به خاطر من به خاطر برادرت بخند به خاطر خدا بخند نبودنم با بودنم فرقی نداره من مرد درد مرد غمم یک بی ستم